کنیم و این فصل رو با هم یک دوره و مروری داشته باشیم با نکات تسکی و خودوی این کارهایی که میشه انجام بدیم. بریم سراغ سوال شماره یک. سوال شماره یک بررسی میکنیم با هم دیگه سوالا رو هم اینجا دارید هم خودتون در منزل دارینشون. مشکل نداره حل کردنش های کبیرفر، حالا الان با هم دیگه حل میکنیم چون دیروز غروب ارسال کردیم بعضی فرصت نداشتن هر تعدادی رو حل کردیم، الان میخوام اینجا تایید تحلیل کنیم. بله دوستان همه گزینه یک رو زدن. بررسی میکنیم که دوره احتی شده باشه. ببینید در انسان سالم و بالغ اومده میگه افزایش فشار خون میتونه منجر به افزایش صرف انرژی در یافته های پوششی متعدد بردی بشه. افزایش فشار خون یعنی اینکه میتونه تراوش رو زیاد بکنه. وقتی که تراوش زیاد بشه، زیاد شدن تراوش بعدا منجر به این میشه که عمل بازجذب در لوله های پیچ خورده نزدیک هم که بیشترش به صورت فعال با مصرف انرژی زیاد بشه. بنابراین گزینه یک که شما انتخاب کردیم. حالا اینجا رو دقت بفرمایید، گزینه دو رو بگیم چرا غلطه. افزایش میزان تراوش، افزایش میزان تراوش کلیوی میتواند ناشی از افزایش قدرت باوران باشه. خیر، ما افزایش قدرت باوران رو باید میگفت کاهش قدرت باوران، برای همین این گزینه غلط میشه. و میریم سراغ گزینه سه ببینیم چرا غلط بود. کاهش دفع مواد از نیرنگهای دوره لوله‌ای میتواند به مسدود شدن شکاف تراوشی. آقا نیرنگ دوره لوله‌ای کجا و شکاف تراوشی کجا؟ شکاف تراوشی رو ما برای پودوسیت و توی کپسول گومن داریم، جایی که اصلا نیرنگ دوره لوله‌ای وجود نداره. و آخرین گزینه کاهش مقدار مواد باز شده در پیش خود نزدیک میتونه ناشی از افزایش ریز فورس باشه. هرچی ریز فورس زیاد باشه بازجذب هم بیشتر میشه، کاهشش غلطش میکنه. اون برای این تست یک و بررسی نکته ایش. بریم سراغ تست شماره دو با هم دیگه مرور کنیم. تست شماره دو رو آقای کبیری‌فر و بهجت گزینه سه زدن، شوقی و رمضانی، اسدخانی، ایدریان، شریفی و محجوبی گزینه سه و بلندقامت هم گزینه سه. خب بچه پس سوال دو گزینه سه رو به درستی تشخیص دادین. آقای نیرومند هم گزینه سه. میریم بررسی این مورد سوال که توی تست آزمون‌های قلمچی یا آزمون‌های سنجش و غیره زیاد استفاده میشه و همچنین در کنکور هم نمونه‌ای اومده. در کلیه انسان سالم تعداد جای خالی با تعداد جای خالی گفته برابر نیست. آقا ببین دقت کن، کلافه همون گلومروله. گلومرول شبکه اول مویرگیه، اینم شبکه دوم مویرگیه. اینا تعدادشون با هم برابره. به ازای هر کلافه یه دونه شبکه دوره دوباره. گزینه این دو، سفره آوران با باوران برابره، یه آوران میاد توی کپسول و یه باوران ازش خارج میشه. گزینه چهار، هر یه دونه هرم و بخش قشری اطرافشو میگیم لب کلیه. هرم و بخش قشری اطرافشو آقا دقت کنید که ما در لبه کلیه لگنجه نداریم، این هم مساویه. ولی در اینجا که این جواب ما بود،
कुछ नहीं इसलिए मेरे को पूजा हो रही है फोर जी से और मेरे को چندین گردیفه یا نفرون به یک مجرای جمع کننده وصل شدن بنابراین تعداد اینها با همدیگه برابر نیست تعداد گردیفه یا نفرون با اون برابر نیست خب گفتیم این نمونه تست به این شکل هست حالا بریم سراغ تست شماره 3 بله دوستان اکثرا گزینه یک رو زدن بچه ببینید این تستی که در شماره 3 داریم باید شما نامگذاری رو بلد باشیم اگر نامگذاری شکل رو بلد باشیم در پاسخ به این گونه تست ها همینطوری که دوستانتون جواب دادن به راحتی از پس این تست برمیاد به شرط اینکه نامگذاری رو بلد باشیم پس شکل‌های کتاب و نامگذاری‌ها یکی از نکات تأکیدی ما بود که حتماً این شکل‌ها و نامگذاری‌های کتاب رو با دقت شما بررسی کنیم و جایگاهشون رو حفظ باشیم بریم ببینیم که این چیا رو داره اینجا میگه A بخش قشری هست این بخش قشری هست بی میشه لب کلیه و سی میشه لگنچه در برخورد با این تست ها اول شما نامگذاری رو انجام میدید بعد بینید سراغ توضیحش گزینه یک ای یعنی بخش قشری محل قرارگیری کلافک است همونطوری که می‌دونیم کپسول هومن و داخلش کلافک همش تو بخش قشری قرار می‌گیره درست بی یعنی لب کلیه شامل بخش قشری مرکزی و لگنچه لگنچش اضافیه بنابراین این غلطه و میریم سراغ سی یعنی لگنچه محل تولید ادرار و ورود به میزنار تولید ادرارش غلط قسمت دوم درسته بنابراین در کل غلط فقط گزینه A درسته و این میشه یک جواب ما دقت فرمودیم پس در برخورد با یه همچین تست هایی شما باید شکل رو بلد باشیم کتاب که داریم مطالعه می کنیم اشکال رو با دقت بیشتری بررسی کنیم بچه لپ کلیه رو ببینیم هر لپ کلیه یک هرم و بخش قشری اطرافشه یعنی شما در لپ کلیه هم بخش قشری می بینیم هم مرکزی می بینیم ولی لگنچه نیست ادرار تو بخش قشری مرکزی ساخته میشه و میریزه توی لگنچه پس لگنچه در تشکیل ادرار هیچ نقشی نداره بریم سراغ تست شماره 4 چند مورد درسته چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل میکنه تست شماره 4 از تست های چند موردیه از 50 تا تست کنکور 6 تا دونه حدوداً یعنی 12% به این شکل میاد و اینا تست های چالشی در و سخت تر هست هر کس داره عدد گزینه ای رو میزنه بگه که حالا مثلا شما اگر آقای شریفی زدی گزینه 4 شما که مشخصه زدی 4 یعنی هیچ کدوم درست نیست اینجوری که شما زدی گفته چند تا درسته خب جواب آقای شریفی غلطه یعنی درست تو اینا داریم خب
آقای داودیان زدن یه دونه درست، آقای اسدخانی کبیری زدن یک، آقای داودیان به درست، اکرمی یک و شوقی یک. پس میدونی بچه ها در برخورده با این تست ها باید عجله نکنیم. آقای ایدریان زده به درست. تست چهار گزینه دو هست، یعنی دو تا درست داره، هیچ کس جواب درست رو نگفت متاسفانه. گزینه دو هست، دو تا درست داره. بریم بررسی کنیم با هم دیگه ببینیم جواب گزینه دو هست. حالا ببینید چرا در برش طولی از یک کلیه، اول ما برش رو در کلیه طولی میزنیم، اینم دقت داشته باشیم، بعدم از بخش محدب کلیه برش میزنیم. کپسول کلیه در مجاورت، کپسول در مجاورت ساختاریه که رأس آن به سمت دگرجه، یعنی عملا میگه تو این تست میگه، ما میگیم اینو غلطه، میگه کپسول مجاور بخش مرکزیه، ما میگیم غلطه، کپسول مجاور بخش مرکزی نیست، اینو غلط زده. قسمت گزینه ب رو ببینید، در بخش مرکزی انشعابات از بخش قشری دیده میشه، این درسته. الان در تعریف دقیق کلیه میگفتیم که بخش قشری در اون بین ستونها، بین هرمها قرار داره. و جیم، بخشی از کلیه که جزء لبه کلیه نیست، این بخشی که جزء لبه کلیه نیست منظورش کپسول کلیه است، میتونه در مجاورت چربی باشه، بله کپسول کلیه بیرونه و میتونه در مجاورت کپسول کلیه بیرونه و چون بیرون هست میتونه در مجاورت بافت چربی باشه، چون چربی بیرون کلیه است و روی کپسول قرار داره. ببینیم پس این، شما گاهی اوقات اگر مهارتتون زیاد نباشه مجبورید دید تست های چند گزینه ای مثل این رو بزنید. خب آیه ایدریا میگه ما لگنچه گرفتیم، لگنچم میتونه، اگر آیه ایدریا میگفت قطعا در مجاورت بافت چربیه، قطعا اینو غلط میکرد، ولی جیم بخشی که جزء لب نیست هم کپسول هم لگنچه، لگنچه نمیتونه ولی کپسولش میتونه. پس شما باید هر دو گزینه رو آیه ایدریا در نظر میگرفتی. این سوال اینجوری باید هر دو مورد در نظر بگیرید. آیه بهجت میگه در به چه اشتباه انشعاباتی دیده میشود؟ در بخش مرکزی اگر دقت کرده باشیم آیه بهجت، بخش قشری میگفتیم شکل صفحه قبل لگنچه را اگر نگاه بکنیم، ببینیم های بهجر بخش قشری که اینجا باشه، بخش قشری در بین بخش مرکزی که اینجا باشه چی؟ رفته نفوذ کرده. پس این جواب شما هستش که در گزینه دو میگه انشعابات از بخش قشری در بخش مرکزی هم های بهجر دیده میشه. خب فکر کنم اشکالاتتون تو این تست برطرف شد. از این تست های چند گزینه ای باز بله آقای بهجت، منظور از انشعابات بخش قشری هم ستون کلیه است. بریم برای تست شماره 5. به طور معمول هر شبکه مویرگی در
ارتباط با گردیزه. آقا وقتی میگه هر شبکه موی رگی، منظور میگه هر شبکه، شما باید هم کلافه رو در نظر بگیرید و هم دوره لوله‌ای رو باید در نظر بگیرید. جفت اینها رو باید در نظر بگیرید. کلمه هر اومده. آقای کبیری فرد دو، شوقی دو و آقای بهجت چهار، شریفی سه. میبینید جواباتون چقدر متفاوته؟ آقای رمضانی سه. خب بعضی از بچه هم که شرکت نمی کنن، خوابشون یاد نیست که. آقای داوودیان سه، آقای بهجت چهار. بچه ها میریم با هم دیگه بررسی میکنیم ببینیم که جواب درست رو کدومتون زدین. آقای بلندقامت چهار، حیدریان چهار. ممنون. میریم برای بررسی این تست، تست شماره پنج رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولا چون هر دوی اینها موی رنگ هستن، مقدار زیادی اوضو رو ببینید اینجا قلزت اوضو متصل به هموگلوبین تغییر میده. ما میگیم که کلافک قلزت اوضو رو تغییر نمیده، بنابراین این گزینه غلطه. قلزت اوضو متصل به هموگلوبین، اینا بیشتر به آب خروجی، به مواد دفعی، به گلوکوز، به آمینو اسیدی که خارج میشه تو تراوش کار دارن. گزینه دو میگه خون روشن رو از طریق یک صفحه آوران میگیره. بله کلافک از صفحه آوران میگیره، ولی دوره لوله‌ای از آوران نمیگیره. دوره لوله‌ای از صفحه باوران منشأ میگیره. اینم رد گزینه. حالا خیلی ها گزینه سه رو زده بودن. در دو انتهای خود به سرخرگ و سیاهرگ متصل است. بچه کلافک قبلش سرخرگ آورانه، بعدش سرخرگ واورانه و اصلا سیاهرگی نیست. کلافک قبلش آوران سرخرگ، بعدش هم سرخرگ واوران. و جوابمون گزینه چهاره که یه تعدادی از دوستان درست داده بودن، تعداد کمی هم داده. اوضو تو هر کدوم این مویرگ ها هست و میدونید که اوضو همونطوری که از فصل سه یادتونه، بله آقای بهجت و بلندقامت و ایدریان گزینه های درست به چهار زده بودن. اوضو از فصل سه تنفس یادتون هست که بیشترش به صورت ترکیب با هموگلوبینه و حالا اگه بخوام من درصد دقیق بگم 97% اوضو با هموگلوبین ترکیبه و کلن 3% محلول در پلاسماه. اینو تو فصل 3 گفتیم بیشتر با هموگلوبینه، ولی همون فصل 3 راجع به CO2 میگفتیم بیشتر حمل CO2 به چه صورتی بود؟ CO2 میگفتیم که بیشتر به چه صورتی حمل میشد؟ آقای شریفی میگین که دور لوله‌ای به سیارک، سوال گفته هر کدوم، یعنی هر جفتشون. وقتی کلمه هر رو میاره یعنی هم این باید این ویژگی رو داشته باشه، هم اون یکی این ویژگی رو داشته باشه. بله بله ممنون آقای شریفی. میگن به صورت ترکیب بیکربنات، بله 70% CO2 به صورت بیکربنات حمل میشد. آقای شریفی گفتن، آقای کبیری که میگه دیوکسید کربن که غلط. اما بریم تست شماره 6. آقا در محل اتصال میز راه به مثانه، یعنی مثانه به میز راه، دو تا بنداره داریم، بنداره داخلی و بنداره خارجی. اومده مقایسه کرده. شما حتما میدونید که بنداره داخلی ماهیچه صافه،
غیر ارادیه و بنداره خارجی مخطط ارادیه. بله دوستان، همه به اتفاق گزینه چهار رو زدین، ممنونم. شیش گزینه چهاره. بله بنداره خارجی چون مخطط ارادیه، مخطط ها چه ویژگی دارن؟ مخطط چند هسته‌ایه ولی صاف تک هسته‌ایه. پس گزینه چهار رو شما انتخاب کردید. حالا داخلی غیر ارادیه، پس گزینه یک به خاطر کلمه همانند رد میشه. خارجی ارادیه در بزرگسالان، پس اینجا به خاطر کلمه غیر ارادی در بزرگسال رد میشه. و خارجی مخطط استوانه شکله، به خاطر کلمه دوکی رد میشه. خارجی مخطط استوانه شکل داخلی صاف دوکی شکله. بچه به قطعه باشیم، در این تست شما تستتون ترکیبی داره از فصل پنجی که هستیم به علاوه ماهیچه ها و ساختارشون در فصل یک. اینو تست های ترکیبی برون فصلی میگیم دیگه، یعنی گزینه هایی رو شما دارین، هم گزینه یک، سه و چهار که از فصل یک هم ترکیب شده. تست شماره هفت رو بریم با هم دیگه بررسی کنیم. تست هفت، تست هایی که جمله منفی میده رو باید دقت کنیم. بله آیه دریان، شوقی، کبیری و چند تا دوستان گزینه دو زدن، رمضانی، اسدخانی. سرخرک هایی که از بین هرمای کلیه عبور میکنن ممکن نیست. بریم ببینیم چی ممکن نیست. سرخرک هایی که از بین هرمای کلیه، آیا داودیان هم دو زدن، نیرومن هم همینطور. بله سرخرک هایی که از بین هرمای کلیه عبور میکنن ممکن نیست در ستون کلیه دیده بشن، که این ممکنه. من شکل سرخرک رو یه بار دیگه تو صفحه قبل میارم با هم مرور کنیم. ببینیم سرخرکی که وارد کلیه میشه اینه. وقتی وارد میشه مسیری رو که میاد از بین ستون‌ها عبور می‌کنه و میاد تا در ناحیه قشری آوران رو در بخش قشری می‌سازه. یعنی جریان خون از اینجا که انشعاب آئورت بود، آئورت انشعاب داشت، این میومد برای سرخرگ کلیه، بعد از این ناحیه میومد از بخش مرکزی رد می‌شد تو بخش قشری. آوران رو ما تو بخش قشری داشتیم، این مسیرشه. حالا بریم بررسی کنیم تست شماره هفت رو. پس میگه ممکن نیست در ستون کلیه دیده بشن. دیدیم که در ستون کلیه ممکنه، پس این غلطه. یا اینجوری بخونیم، ممکن نیست رو نبینیم، بگیم در ستون کلیه دیده میشن. تا اینجا درسته، وقتی میگه ممکن نیست دیده بشن میشه غلط. انشعاباتی رو در بخش قشری ایجاد میکنن، انشعاب آوران. وقتی میگه ممکن نیست غلطه، اینا آوران رو در بخش قشری ایجاد میکنن. در مجاورت و سیارک های مجاور کلیه، یعنی
در مجاورت دوره لوله ای هم وقتی میگه ممکن نیست غلط میشه و فقط میمونه گزینه دو. در اطراف بخش های لوله شکل کورتیزه شبکه مویرگی تشکیل میدن، یعنی اون انشعاب سرخرگ هایی که میاد در اطراف لوله شکل تشکیل نمیده، بلکه میاد در اطراف کپسول بومن آوران رو میاده، در اون یکی نقشی نداره. دقت کردیم؟ انشعابی از آورت یک انشعاب وارد هر کلیه میشود و هر کلیه یک انشعاب وارد میشه، بعد این مسیر رو طی میکنه تا بره آوران رو بسازه. بریم تست شماره 8 رو با هم بررسی کنیم. در بسیاری از تکیاخته‌ای‌ها، بله آقای بهجت و کبیری شریفی دو زدن، آقای داودیان شریفی، ایدریان و شوقی دو زدن، آقای عزت‌خانی دو، آقای محجوبی و بچه های دیگه، آقای موسویان هم شرکت کردیم دو زدیم، آقای قومی ها ممنون شرکت کردیم با رمضانی دو زدیم. بله آقای ریاهی هم خوش اومدیم، بله شرکت کردن دو زدن. بریم بچه ها در بررسی تست 8 که گزینه 2 باشه که الان دوستان زدن 2 هست، ببینیم در بسیاری از تکیاخته ها که میگه یک غلطه، چون یک در همه شون اتفاق میفته. تکیاخته یک یاخته بیشتر ندارن میگه اصلا هم یک یاخته اتفاق میفته، چون بسیاری گفته این همه از غلطه. در بسیاری از تکیاخته سامانه گردش آب مشاهده نمیشه، اینم باز سامانه گردش آب تو همه دیده نمیشه. در بسیاری ساختارهای مشخص در خارج کردن مواد دفعیه غلطه، ما اینو میگیم در برخی مثل پارامسی با قول انقباضی داشتن و جواب میمونه. در بسیاری تنظیم اسموزی به واسطه انتشاره، این جمله خطی کتابه که میگه بسیاریشون اینجوریه و بعضیاشون مثل پارامسی آب اضافی رو با واکول انقباضی یا ضرباندار، نام علمیش هست، آب اضافی رو خارج میکنن. چون پارامسی در آب شیرین زندگی میکنه، آب زیادی واردش میشه، این آب رو باید خارج کنه و اگر خارج نکنه میتونه منجر به آسیب به اون بشه. بریم سراغ تست شماره 9. کدام عبارت نادرسته در سرخرگ وابران نسبت به آقای بهجت و کبیری فر 3 زدن، داوودی ها بلندقامت و محجوبی، بله قومی ها شوقی رمضانی همه 3 زدید، آقای نیرومند، ایدریان، اسدخانی، ریاهی، موسویان، حضرتی همه 3 زدید گزینه رو، آقای حضرتی هم 3 زدید، ریاهی هم 3 زده. خب جواب ما همین گزینه 3 هست، پس این تست رو همه به اتفاق درست حل کردیم. بریم بررسی کنیم میگه کدوم نادرست داره. شما جواب رو دادیم در سفره آوران نسبت به آوران میتونه گلوکوز افزوده میشه، ما میگیم افزوده نمیشه، گلوکوز معمولا کم و زیاد نمیشه، همون گلوکوزی که بود که تراوش شده بود بیرون، همون گلوکوز دوباره بازجذب میشه به داخل،
پس گلوکوز کم و زیاد نمیشه. چون تراوش صورت میگیره و موادی خارج میشن از خون، مواد زائد نیتروژن دار خارج میشن، پس مقداری از اینها چی؟ کاسته میشه. این بوده بلدی بود؟ این درست میشه چون از این مواد کم میشه. ببینیم بچه آوران سئولوی کمتری نسبت به باوران داره. هرچی که رد برد قلب دورتر میشه میزان CO2ش افزوده میشه. یعنی ما میتونیم بگیم اینجا CO2 باوران بیشتر از CO2 آوران. این رو هم قبلا تو نکات تفصیلی برای شما گفته بودیم. آقای بهجت میگن که گلوکوز تراوش نمیشه. چرا نمیشه؟ در تراوش مولکول ها بر اساس اندازه های بهجت میرن بیرون، هم گلوکوز میره بیرون، هم آب، هم آمینو اسید و مواد دفعی. گلوکوز و آمینو اسید هم که جز مواد مفیدن خارج میشن. اما در بازجذب در لوله پیچ‌خورده نزدیک به روش فعال با مصرف ATP دوباره برمیگردن داخل خون و از هدر رفتشون در ادرار جلوگیری میشه. بریم گزینه 4 رو ببینیم. میگه در سرخک باوران نسبت انشعاب سرخک کلیه که از میزان سرعت جریان خون کاسته شده. میگه سرعت خون کاسته شده. خب اینم چون باوران باریکتر از سفره کلیه هست، سرعت جریان خون در اون کمتر شده. آیا در این گزینه 2 رو گفتیم دیگه؟ مثلا سرخ‌رگه الان گفتیم باوران CO2ش از آوران بیشتره، آوران CO2ش بیشتر از CO2 خود سرخ‌رگ کلیه هست. این جمله درست هم یعنی هرچی ما داریم از قلب دورتر بشیم خون میزان CO2ش افزایش پیدا میکنه. غلظت O2 را آیه دریان سوال میکنه. بله O2 اگر بخوان بررسی کنیم برعکس، یعنی O2 سفره کلیه بیشتر از O2 آوران، این سفره کلیه O2 بیشتر از آوران و اینم بیشتر از O2 باوران. چون هرچی داریم جلو میریم O2 رو اینا دارن مصرف میکنن و در عوض CO2 بشیدن. O2 مصرف میشه و در عوض CO2 دارن بشیدن. اگر کسی نیاز به یادداشت داره اونها رو قبلا گفتیم، ولی یادداشت رو کنترله. خب آیا در یه جوابی گرفتی این شبکه؟ سوال شماره 10، تست 10. بله آقای محجوبی رو زیارتش کردیم، مرسی. گزینه 2 آقای موسویان و شوقی و دوستان دیگه که شرکت فعال داشتن گزینه 2 رو زدن. آقای قومی ها هم که چند تا تست شروع کرده همراهی میکنه، ممنون. به گزینه 2 شوقی هم که با آقای حیدریان و آقای بهجت و اصدخانی و نیرومند خیره خیلی فعاله. آقای نیرومند همون گزینه 2 الان توضیح میدیم. آقای داوودیان رمضانی هم ممنون، اصدخانی هم اینجور. 10 گزینه 2 هست. آقای نیرومند میگن چرا 3 نیست؟ ببینیم
گرمیزه در انتهای خود به نمونه ای با انشعابات متعدد، یعنی این منظور از این لوله منظور مجرای جمع کننده ادرار به اینجا متصل میشه. همه تون درست تشخیص دادید. آقا مجرای جمع کننده جزء اجزای نفرون نیست. اما میریم سراغ سوالی که آقای نیرومند نزدیک کرده. کورتیزول کلیه دارای بافت پوششی سنگ فرشی یک لایه است. این غلط اشتباهی بود. شما کپسول بومن لایه بیرونی سنگ فرشی یک لایه است. سنگ فرشی یک لایه است. شما چند لایه رو بذارین خود آقای نیرومند به من بگه از فصل یک چون این ترکیب شده؟ آقای نیرومند سنگ فرش چند لایه رو کجاها داشتیم عزیزم؟ سنگ فرشی چند لایه رو کجا داشتیم؟ تا آقای نیرومند میخواد جواب بگه بگیم که گردیزه در تمام طول خود ضخامت یک نواخ نداره. شما قوس هنله رو که نگاه میکنین در قوس هنله ضخامت هم در بخش پایین رو و هم در بخش بالا رو ضخامت داره کم و زیاد میشه. نیرومن هم که جواب ما رو نداد. چرا داد؟ در مری و دهان بود فکر کنم. بله درست کردیم. البته مری، دهان و سطح پوست سنگ فرشی چند لایه بودن های نیرومن. سطح پوستم به فکرت اضافه کنم. ممنونم. خب بچه ها درست گفتن آقای نیرومند. آقای بهجت یه سوال کرده بذاریم من بتونم بخونم. آقای بهجت میگن در سال قبل وقتی CO2 زیاد میشه پس چرا هنوز سخرگه؟ آقای بهجت این که دیگه به فصل چهار برمیگرده. ما هم در سخرگ اودو و سعودو داریم و هم در سیارگ. حالا اونجا میگفتیم اودو در سخرگ بیشتره، اما سخرگ ها درست اودو زیاد دارن ولی هر سخرگی را اگه با سخرگ دیگری مقایسه کنیم مقدار اینا کم و زیاد میشه. الان میگیم سخرگ کلیه چون به قلب نزدیکتره یعنی به انشاب آورد اودوش بیشتر از آورانه، اودوی آوران از واوران بیشتره. این سخرگ‌ها رو میتونیم از این جهت هم با هم در تست ها مقایسه بکنیم. نه مثل دیگه سیارک نمیشه، نه سخرگ هم داریم. یه سخرگ رو با یه سخرگ دیگه مقایسه میکنیم. اینکه سیارک نمیشه قیزتش به اندازه اون نمیشه. بریم تست شماره 11 کدام گزینه صحیحه. بعد از تست ها بچه ها بله آقای بهجت کبیری فرش شوقی و داودیان و قومی ها سه زدن، حیدریان و موسویان محجوبی سه زدن و آقای اسدخانی هم سه زده. بله خب آقای رمضانی ممنون سه زدیم. آقای اکرمی کجایی؟ اکرمی جوابی ازت نمیبینیم. خایبه مگه اکرمی؟ 11 گزینه سه هست. خب آقای اکرمی گزینه تو بزن پر. بله آقای اکرمی گزینه هم شرکت کن. آقای شریفی میگن چرا چهار نیست؟ خب الان توضیح میدم آقای شریفی. من یه موقعی مجبورم که بشینم چتا رو بخونم که از نزدیک چون خانا نیستم به اون صورت. پس 11 گزینه 3 هست. بریم بررسی بکنیم. 11 گزینه 3 هست. فضای بین یاخته‌ها در دیوار کپسول بومن اندکه. علتش هم اینه که چرا اندکه؟ چون بافت پوششی بود. آقا در بافت پوششی
برخلاف بافت پیوندی فضای بین سلولی اندکه. بریم چهار رو ببینیم چی میگه. یاخته های پوششی ریج خوده نزدیک و دور دارای ریزپورت هستن. میگیم نه دور آیه دور دور ریزپورت نداره، فقط نزدیک ریزپورت داره، فقط لوله پیش خورده این نزدیک ریزپورت داره. بریم یک گرمی در مویرک های کلافک، مویرک های کلافک لایه قرودمی بشای پایه فقط عبور مولکول های پروتئینی رو محدود میکنه. این کلمه فقطش غلطش کرده. این هم تست شماره 11 ما بود. چهار رو برای آقای شریفی توضیح دادیم که آقای شریفی عزیز ریزپورز فقط در پیچخورده نزدیکه، در لوله پیچخورده دور نداره. یه نکته دیگه هم شما یه موقعی میتونید برخورد کنین، مثلا ما این ریزپورز در رودن داریم، اینجا داره گاز جذب رو زیاد میکنه ولی توی روده ریزپورز ها جذب رو زیاد میکنن، ولی اینجا داریم میبینی چی؟ باز جذب داره زیاد میشه. در صورتی که در روده ما ریزپورز های روده رو داریم، حالش میشد افزایش سطح جذب. آقا در کدوم بیماری بود که ریزپورز های روده آسیب میدید؟ آقای بهجت با سرعت بالا سلیاک، آقای کبیری آنها نیست، بله آقای داوودیان بلند قامت درست گفتن، آقای کبیری میگن اکیسل نمیدونم چیه، هیدریان سلیاک، آقای اسدخانی میگه گلوت، چیه این آقای اسدخانی؟ سلیاک بود که در اون سلولای پرزهای روده آسیب میدیدن و سطح جذب خیلی کم میشد. بریم سراغ سوال هانا نیسای اسدخانی، اشکال نداره. سال 12 با توجه به فرایند تراوش چند مورد نمیتواند درست باشه، یعنی میخواد بگه چند تا نادرسته. به این سوال رو دقت کنید، چند تا میگه نادرسته. باز رفتیم سراغ سوال های چند گزینه ای. آقای بهجت و حیدریان زدن گزینه دو، بعد بگید کدوم ها نادرسته. شریفی شوقی محجوبی دو، بله دوستان اشاره میکنن که دو مورد نادرسته. حالا باید بریم ببینیم کدوم ها نادرسته. آقای رمضان و رمضانی و کبیری فر هم به دو اشاره میکنن. بریم نگاه کنیم آقای بهجت، بریم نگاه کنیم ببینیم کدوم ها درسته، ولی اینایی که شما زدین یه و ته زدین احتمالا نمیتونه. ببینیم ساختار کلافک و کپسول بومه برای تراوش متناسبه، بر اساس جمله کتاب درسته. مویرگ کلافک از نوع مویرگ این بعدی گفت منفعت داره، بلده گزینه دو رو درست دارید. میریم ببینیم کدوم دیگه بلده. فشار پای مویرگ کلافک 5 برابر ضخیم‌تر از سایر مویرگ هاست. این 5 برابر درسته، این جمله کتابه. منافذ موجود در مویرگ های کلافک
از خروج پروتئین های خوناب جلوگیری می کنند. منافذ موجود در مویرک های کلافک این کار نمی کنند. این کار وظیفه قشای پایه. گزینه چهار وظیفه قشای پایه بوده. بله دوستانی که مثل آقای شوقی الان میبینم و آقای محجوبی و آقای بهجت و آقای دریان گفتن به غلطه و ته درست حد داده بودن. میریم سراغ سوال 13. بچه سوال 13 بر اساس شکل کتابه، یعنی شما در این سوالا گفتیم با اولین کاری که میکنید اینه که نامگذاری میکنید. اولین کاری که میکنین اینه که نامگذاری میکنین. آقای کبیری فرسته زدن، آقای بهجت 3، موسویان 3، شوقی 3، محجوری 3. پس جواب همون گزینه 3، آقای ایدریان بلند قامت و اکرمی نیرومند اسدخانی. بریم بچه ببینیم چرا 3 داوودیان. ببینیم الان اگر نامگذاری کنیم A میشه فودوسی، فودوسی. آقا دقت کنیم فودوسی یه هسته بیشتر نداره، یه دونه هسته داره، یعنی گزینه یک و دو یه دفعه رد میشه. بعد سی رشته های پایین پا ماننده، بی هم شکاف تراوشیه، دیگه شکی نمیمونه که گزینه سه هست. بریم سراغ سوال 14. در کلیه انسان، سوال 14 رو بچه بررسی میکنیم. آقای شریفی زدن 4، بهجت و شوقی، کبیری فر، بنده قومی ها، محجوبی، ایدریان، داوودیان، بلندقامت، اسدخانی. همه درست دادیم گزینه 4. آقای اکرمی هم گزینه 4، نیرومن همینطور. آقای ریاهی و من، آقای ریاهی بگو نظر تو. آقای حضرتی نظره. خب آقای موسویان 4، آقای ریاهی هم 4، آقای رمضانی 4. بله 4 رو با هم نگاه میکنیم، اینو توی یه تست دیگه زدیم. ببینیم این گزینه اصلا به چشتون دیگه آشناه. سرخرگ وارد کننده خون به کپسول بومن یعنی چی؟ یعنی سرخرگ آوران. وارد کننده یعنی آوران. همانند سرخرگ خارج کننده که باوران باشه غنی از اکسیژنه. الان دو چرا غلطه؟ چون گفته برخلافش. دو غلطه چون گفته برخلاف، باید دو همانند. یک چرا غلطه؟ دیواره کلافت بافت پوششی سنگ فرشیه یک لایه است، نه مکعب. سه چرا غلطه؟ چون کلمه برخلاف زده، باید میگو همانند. تست 15 تست ساده خطی کتاب به عنوان آخرین تست این زنگمون بررسی میکنیم. 15 تست همه گزینه 1 رو زدیم. مرسی، چه سرعت بالایی، احسن به شما و هوش سرشارتون، حافظه در دسترستون و سرعت اینترنت. سرعت اینترنت خوبتون هم هست. کلیه ها در طرفین سطور مهره ها و پشت، البته تو کتاب یه محوطه شکمی هم آورده، ولی اینجا دیگه محوطه شکمی نه آورده، ولی بازم 15 گزینه یک درسته. آقا گفته به طور کامل توسط دنده ها غلطه،
بگیم کلیه چپ با دو دنده، کلیه راست با یک دنده. این کلمه کامل غلط بود. بیش از 2 میلیون نفرون داره، نه لب. غلط بود. کلیه در همه جانداران غلطه. همه جانداران کلیه ندارن. جاندار ما میتونه گیاه باشه بچه ها. گیاه که کلیه ای نداره. آقای میرومند میگه اودو در طی کپسول بومن بله کم میشه دیگه. سلول های داخل کپسول بومن پودوسیت و غیره دارن فعالیت میکنن، اودو رو کم میکنن و سه‌اودو زیاد میشه. برای همینه که میگیم اودوی آوران بیشتره از واوران. واوران اودوش کم میشه، سه‌اودو زیاد میشه. آقای بهجت هم که میگه بیشتر 1 میلیون نفرون برای گزینه 4 گفته. بچه‌ها خسته نباشین.